درود به همه تان، پنجشنبه روزتان بخیر. مجله صبحگاهی است. من مریم خراسانی هستم. این برنامه از ساعت 9 آغاز شد که در آغاز برنامه بسته خبری نشر شد. امیدوار هستم تا آخرین لحظات برنامه با ما باشین که برنامه تا ساعت 10 ادامه داره و در رابطه با موضوع برنامه پرسش ها و دیدگاه هایتان در رابطه با موضوع برنامه با ما شریک بسازین. امروز مهمان من دیگر جنرال افضل امان، معاون وزارت دفاع ملی و سرپرست قماندانی عمومی گارنیزون کابل هستند و بس ما در رابطه با چگونگی افزایش جرم‌های جنایی در کابل است که بیشتر شهروندان کابل از این بابت نگران هستند که سرقت‌های مسلحانه، حضور موترهای شیشه سیاه، قتل‌هایی که صورت می‌گیره در شهر کابل اکثر شهروندان نگران ساخته. شما مگر در این بابت نگرانی دارین؟ امروز فرصت خوبی است، می‌تونید زنگ زده پرسش‌ها و دیدگاه‌هایتان در برنامه با ما شریک بسازین. راه‌های تماس با ما 0791-65-54. اگر تماستان به گونه زنده برقرار نمیشه، راه دیگر صفحه فیسبوک ما به فارسی مجله صبح بنویسین. اونجا پای پست مرتبط به همین موضوع میتونید دیدگاه‌هایتان با ما شریک بسازین. دیدگاه‌های همه شما در برنامه جا داده میشه و برای ما با ارزش است. اما آغاز برنامه است، می‌خوایم از بیننده ما صمیمانه خواهش کنیم لطفاً زمانی که به تماس میشین صدای تلویزیونتان پایین کنین یا فاصله بگیرین و اینکه پرسشتان در رابطه با موضوع برنامه باشه تا ما دیدگاه‌های شما را در برنامه جا بدیم. در غیر از او تماستان قطع میشه، زمان گذاشته میشه با او بیننده ما که واقعاً در رابطه با موضوع برنامه پرسش و یا دیدگاه دارن. در ادامه برنامه با ما باشین و ما را دنبال کنین. جناب امان، خوش آمدین. ممنون که دعوت ما را پذیرفتین. میخوایم در آغاز برنامه پرسشی که شاید در ذهن همه شهروندانی که در کابل زندگی میکنن خطور میکنه این است که چرا افزایش یافته جرم های جنایی در شهر کابل؟ دلیلش در چیست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. من تشکر میکنم از دعوت شما در تلویزیون و در این زمان صبح هموطنان عزیز ما بخیر. سلامت. انشالله تعالی ذات که با شما هستیم در خدمت مردم خود و شهروندان کابل هستیم. به خصوص به یقین نگرانی های شهروندان کابل ما اخیرا در تامین امنیت و حفظ ثبات و آزادی حرکت مردم نه تنها به شهروندان بلکه برای همه ما آنانی که در شهر کابل زندگی میکنن یک مقدار نگرانی داره. گارنیزون کابل، تیم امنیتی کابل در مجموع تصامیم ما شب و روز نمیست که ما چطور بتانیم حداقل یک ثبات را تأمین بکنیم برای شهروندان کابل خود که اینا بتانند در وظایف روزمره خود در امورات کاری یومی خود رسیدگی بکنند. بدبختانه به یقین همه ما میدانیم که با شکستای پیهم تروریسم در نقاط مختلف افغانستان در جنگا و در نبرد با قوتا و نهادهای امنیتی و دفاعی افغانستان در اکثر ساحاتی که در طول سال با اونا اردوی ملی، پلیس ملی به ایمای مردم جنگ داشتند تلفات بسیار زیاد را متقبل شدند و امروز اونا تصمیم دارند تا انتقام جویانه در شهر کابل حضور پیدا بکنند با عملیات انتحاری، انفجاری و جرایم سازمان یافته و ده‌ها جرایم جنایتکارانه دیگه ملت و مردم ما را خاصتا شهروندان کابل ما را تهدید بکنند. شما در جریان هستین که در پولوی این همه تدابیر تا این مدت 4 ماه ما ساحات کابل در زونهای مختلف که به نام زون گرین زون یا سایه سبز برای تأمین امنیت باعث فیزیکی یک سلسله مشکلات در آغاز وجود داشت تدابیر ویژه و بخصوص را اتخاذ کردیم که امروز آرام آرام کار ما انشاءالله در سایه گرین زون به خاطر تأمین امنیت ساحات دیپلمات نشین و ساحاتی که واقعا از نقطه نظر ولایتی های تدابیر امنیتی در خور توجه نهادهای امنیتی بود یه برنامه کاری ما در حال ختم شدن است و متعاقبا به خاطر انکشاف بعدی تدابیر امنیتی شهروندان کابل برنامه های بخصوص داریم در چند جهت. از یک طرف ممنون شما جناب امان، اگر جستن باشه اکتماس پاسخ میگیم به ادامه حرف شما برمیگردیم. امان از هرات روی خط است. مصطفی سلام. مصطفی عزیز تماست برقرار است. سلام به خودت، بفرم. سلام علیکم، صبح شما بخیر. سلام از ویژه دارم خدمت جناب گنداز، عرض احترام دارم. خیلی خوشحال هستم گرچه برنامه مختص به فکر میکنم به ولایت کابل افزایش جرم های جنایی در کابل. من ملت یک شهروان، ملت یک افغان خواستم اولا ابتدا از خدمت و زحمت های نیروهای شجاع امنیتی افغانستان هم از زن و مرد که در خصوص پلیس ملی، اردوی ملی و امنیت ملی
خونهای پاک خود را می‌ریزم به خاطر حفظ کرامت انسانی و شخصیت افغان‌ها اظهار سپاس و قدردانی کنم و خیلی خوشحال هستم که جنرال در صفحه تلویزیون حاضر شدند تا مشکلات و چالش‌های امنیتی را معلومات بگیرم و انشالله خداوند جل جلاله برای از این امر با برکت می‌خوام. فقط سر خواستم چون موضوع به ارتباط کابل و از ما اقوام به کابل زیاد زندگی می‌کنند، متاسفانه یک وقت که هرات ما هم میشه میرم مردم به کابل، باز کابل که هم میشه پس میرم به هرات. هیچ جا جای زندگی بوده باشه آرام ندارم. من فقط یک نظر، البته نظر شخصی من برای جمعات بزرگتر از اینا که من نظر بودم، فقط امیر در میگم که اینا حتی المقدور از این و بعد سرباز به سکوشی پولیت ملی جذب کنم که حتی اقل سن تا 12 خونده باشه فواتش داشته و افتر و ساتن منه که در سکوشی پولیت ملی کار میکنه باید صددرصد مثال باشه، خصوصا در بخشای کشفی و امنیتی به خاطر مهار همچون جرائم. اون روز متاسفانه یک وضعیت به کشور آمده که اکثریت برادرهای ما که در سکوک نیروهای کشفی کار میکنن از سطح سواد و دانش علمی پایین برخوردن. هر قدر که ما برید اینا سینیار بگیریم، هر قدر که ما اینا را واقف بسازیم از کار جنایی و از کار کشفیات جرائم، بازم ما به نتیجه مصفر دست پیدا نمیکنیم، مگر اینکه اینا همی سر راه خود که قرار دارم همیتا که وزیر داخله مثل امور داخله جدید که معرفی شدن میگن که مبارزه با فساد اداری از جمله اولویت‌های کاری من. امیدوارم که در این سر جنرال محترم توجه خاص خود داشته باشم و این موضوع رو با وزیر داخله شریک سازم تا من بعد از سربازها و افرادی که سطح سواد و دانش از اونها پایینه، چون باعث فاصله گرفتن ملت از مردم بشه. زمانی که ملت از دولت فاصله گیرید، دولت خود به خود منزوی میشه، مردم و دولت هر دو یک پنجره هست. اینا وقتی که دست در و دست هم بدم، من به شما خط میدم، من به شما به قاطعیت میگم که اگر مردم امرای نیروهای امنیتی شجاع دلیر افغانستان که در سنگرهای جرم و در شهرها خون و پاک خود به خاطر عزت و آبروی ما میریزن، دست به دست هم بدم به خدا قسم اگر یک جنایتکار بتانه که از بدترین جنایت به حق عصب و به حق یک حیوان این زمین بالا بر انسان که بجا باشه. ممنون خودت. ممنون مصطفی عزیز که از شهر ارات به تماس شد و دیدگاه تا با ما شریک ساختی. بعد از یک میان برنامه را تحقیق کرد من پاسخ خودت دریافت میکنی. در ادامه برنامه بینده از با ما باشین، یک میان برنامه میگیریم برمیگرد. ادامه برنامه است. سپاسگزارتان هستم که تا این لحظات با ما هستین و برنامه را دنبال میکنین. امروز بحث ما در رابطه با چگونگی افزایش جرم‌های جنایی در شهر کابل است. شما هم اگر در شهر کابل زندگی میکنین از این بابت نگرانی دارین، امروز فرصت خوب است. دیگر جنرال افضلمان معاون وزارت دفاع ملی و سرپرست قماندانی عمومی گارنیزون کابل اینجا هستند و گونه زنده حاضر شدن حرفای شما را بشنون و در این مورد به شما پاسخگو باشن. راه تماس با ما 0791-3654. اگر تماستان برقرار نمیشه، نشانی ما در فیسبوک /WanTVMorning مگزین لینک فیسبوک ما است و هم با فارسی مجله صبح بنویسین. اونجا پای پست مرتبط به همین موضوع پرسش ها و دیدگاه هایتان با ما شریک بسازین. دیدگاه های همه شما در برنامه جا داده میشه. فعلا بریندیم روی خط از بفرمایید. سلام به شما، تماستان برقرار است. زلمای عزیز از بدخشان به تماس شدید. درست. ما بخیر شدید. میمون عزیزتون بخیر باشین. ما یک دو چیز داشت که موضوع برنامه شما است. من از بدخشان شما را زحمت دادم. خواهش میکنم بفرمایید. سلامت باشین. ما جنرال که در چیوال داشتم که ما فعلا دولت اولی بارک یکی سربازه اردوی ملی هستم. ما درباره این عملیات های اولی و اردوی که چندین بار از دولت نیروار اینجا آمدن که عملیات میشد و لسوالی وردش پس درستن میشد، من از جرار که در پرسش داریم جانی چرا عملیات ها به تاوز افتی. ممنون خودت. ممنون که در برنامه اشتراک کردی. حتما در این مورد جناب امان به شما پاسخ میدن. روز شما خوش. پاسختان به مصطفی عزیز که از هرات به تماس شده بودن و بعدم برادر ما که از بدخشان. من تشکر میکنم از مصطفی جان، سر نقطه بسیار خوب رو اونا تماس گرفتن که او مسلکی سازی منصبان نهادهای امنیتی و دفاعی افغانستان بود. به یقین نه تنها در بخش کشف و استخبارات و یا در بخش او منصبدارا و بریتملا و ساتنمنانی که در بخشای تعقیب جرایم جنایی اونا مشخصا وظیفه دارن، مسلکی بودن از اونا بسیار زیاد مهم است.
ما در نادای دفاعی و امنیتی سر دو جهت بسیار زیاد همیشه تاکید داریم که یکی مسئله ترکیب ملی که ملیت های با هم برادر ساکن افغانستان اما و همه خود در این نادا ببینن که فضل خداوندی کار نادی نشده در اردو و در پلیس و در پلیس مثل که ساختن افراد و منصبدارا خاصتا سربازا و بریتملا و ساتنمنان ما مکاتب ایجاد شده مراکز تعلیمی و تحصیلی ما فعال هستند بر علاوه از اینکه تعداد جوانای ما به صورت داوطلبانه در صفوف پلیس ملی می پیوندند و از سواد خوب تعداد اکثریت از اونا مستفید هستند ما کورس‌های اختصاصی را و یا پانتون و مرکز اکادمی ملی نظامی و اکادمی ملی پلیس ما در خدمت شهروند است و سر از اینکه واقعا بسیار زیاد تاکید داره مگر ما اردو و پلیس خود مستقی نسازیم اما خواسته و نیازمندی هایی که ملت و مردم از لحاظ مسلک از ما توقع دارن و برآورده نمیشه مطلب دیگه از اونا اگر در ایران تهدید است مردم به کابل میره و اگر در کابل تهدید است مردم به طرف ایران و اطراف میرن به یقین بدبختانه این فشارهای خصمانه فعالیت های تروریستی است و ما در این قسمت امروز انشاءالله در خدمت شما هستیم تدابیری که در مرکز داریم در کابل آرام آرام در اطراف و اکناف افغانستان نیز وضعیت رو به طرف بهبود است ما دستاوردهای بسیار کلان داریم ثباتی که در ولایت افغانستان به نفع صلح و آرامش مردم تأمین است همه ما شاهد هستیم و در کابل هم همچنان برنامه بسیار خوب را روی دست داریم ممنون شما پاسختم به بیندیما که از بدخشان به تماس شدیم ظلمه جان که از بدخشان اتباره که بدخشان تماس گرفتن راجع به عملیات وردوج به یقین وردوج یک جمله ولسوالی هایی که چندی ولسوالی ها را با فیض آباد مرکز بدخشان وصل میکنه و یک نقطه واقعا استراتژیک است چند بار در روز عملیات صورت گرفته ولی متاسفانه دستاورد خوب را در روز نداشتیم ما یک جمله هویت های کاری خود در چوکات وزارت امور داخله و وزارت دفاع ملی مشترکن به ایمای و مساحات همو مردم انشاءالله برنامه بعدی ما باعث ازی خواهد شد که ما ولسوالی وردوج دیگر از چنگال تروریستان نجات بدیم ممنون شما به جستن یک تماس پاسخ میگیم بیندیم روی خط هست بفرمایید همی جان تماست برقرار است از سر پل به تماس شدی درست؟ سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته سلام به شما بفرمایید فرمایش ما نیست صدای تلویزیون تان پایین کنید نمیدلای عزیز بفرمایید تماس امیدالله قطع شد بیننده عزیز لطفا زمانی که به تماس میگیرین چون در آغاز برنامه ازتان خواهش میکنم بازم خواهش میکنم لطفا زمانی که به تماس میشین صدای تلویزیونتان پایین کنین و یا فاصله بگیرین و اینکه پرسشتان در رابطه با موضوع برنامه باشه او عزیز ما که در شهر کابل زندگی میکنن میخوایم در برنامه بیشتر به تماس شون و در رابطه با چگونگی افزایش جرم های جنایی اکثرا شهروندانی که در کابل زندگی میکنن از گشت و گذار افراد مسلح غیر مسئول سرقت های مسلحانه موترهایی که بدون نمبر پلیت هستن و موترهای شیشه سیاه این چیزهایی است که نگرانی ایجاد کرده بین شهروندان کابل در این مورد اگر شما هم نگرانی دارین امروز فرصت خوبی است میتونین زنگ بزنین دیدگاه های همه شما برای ما با ارزش است اما بازم خواهش میکنم زمانی که با تماس میشین از تلویزیونتون فاصله بگیرین و یا صداشو پایین کنین فعلا بنده ما عظیم از شهر کابل با تماس است عظیم عزیز سلام سلام علیکم و سلام خدمت میکنم برای شما و برای مهمان عزیز شما جناب جنرال صاحب ما سوال داشتم در همی کابل همی تصبرا بسار جا چه همی مثلا خودستان در کتای سنگی ما را یک دفعه جید مارزه همی بیشی همی چی تصبرا همی علانی همی جید دارم میدوند همی پای کتنگی همی که روز روشن دیگه در آخر نایه سرده در حالا این هم اونجا هم فامه صبحی دیگه همی دوزار رای ما را نگرفتن وقتش از همی از چیزای ما را تمخواه ما را جیزه همی صبحی وقت سه نفر مسلح در بر آمده در چه موتر راجه گرفت موتر را لچ کرد ممنون خودت برادرم ممنون که در برنامه اشتراک کردی و مشکلی که داشتی و خودت رو با اون روبرو شده بودی با ما در میان گذاشتی حتما در این مورد جناب امان به شما هم پاسخ میدن پاسخ شما دوست عزیز ما ما روی مسائل کابل بسیار مشخص صحبت میکنه و شما هم در جریان هستند افراد مسلح غیر مسئول، افراد لگرد و اوباش که از در آدرس رفتن و سلاح گرفتن و
بالاخره باعث تهدید و آزار و وضعیت شهروندان کابل هستند. شما در جریان هستین که روز گذشته ما یک کمپاین بسیار کلان عملیاتی را به حمایه نهادهای مدنی، به حمایه مردم و شهروندان کابل را اندازی کردیم و دستاورد بسیار خوب را داشتیم در آغاز کاری که روز گذشته صورت گرفت. تصمیم ما است که کلی افراد و اشخاصی که غیر مسئولانه با سلاح خود تجهیز کردند، دست به غارت می زنند، جرائم مرتکب شوند در زمان بسیار کوتاه، همه ما شاهد خواهد بودیم چنین افراد در تمام نقاط شهر کابل و به تعقیب در عمومه کابل سلاحشان جمع‌آوری خواهد شد و این افراد به چنگال قانون سپرده خواهد شد و آرزومند هستیم که به کمک و همکاری خداوند و این ملت و این مردم ما این برنامه را عملا تطبیق بکنیم و در تطبیق از این انشاءالله مصمم هستیم. ممنون شما. بیننده ما از کابل روی خط است. سلام به شما. سلام به شما. خوب هستید؟ سلام خوب است؟ بخیر هستید؟ شما سلامت باشین، بفرمایید. حاجی عبدالمعروف از کاته نو صحبت میکنم. خوشحال هستم خواست در برنامه دارم. بفرمایید. که خوشبختانه یادم این یکی دور با پاکستان شای متلاش شار از تصمیم گرفتیم. و متاسفانه که دین روز همین متلاش شار پاک می ساختن و یک متر که مربوط به قضاق می شد که در رسانه ها نیز پخ شد و اون موتر اجازه نداد که همه قدر ارگانایی که بودن همه شیشه از جیره پاک کنند. متاسفانه موتر را و از طریق زنده تلویزیون ها نشام شد. امیر باید بخش تقریب نشد که موتر دلیل را پخش و گیزه نیتر که پدیگر ها که یعنی ما به بیتفاوت بودن دولت اگر یک موتر در یک مقام از این جزه در باز دوباره پیشتر تقریب نمیشن. میخواستم از این جزرات که شما مردم ها کنم تا بیر داری های آجزه میتونه شیاشان رو پس بینیم و موتر های زورمندنه. ممنون خودت. ممنون که در برنامه برادرم اشتراک کردی و مشکل تا البته پرسش تا با ما در میان گذاشتی. از دیروز که یک کارزار برای انداختین سفیدسازی موتورایی که شای شد دودی هستن و گزارش هم نشر شد که یکی از زورمندا مخالفت کرد با این کار، آیا شما فکر میکنین این توانایی را دارین که کلی این کمپاین را بندازین و یا این کارزار را و تمام موتورای شسیا را بردارین؟ دوست عزیز، ما مطمئن باشه که ما چیزی که در افغانستان میخواییم برای حاکم بسازیم در کل بدون استثناء او حاکمیت قانون است. در برابر قانون هیچ کس زورمند نیست. چون آغاز کار ما دیروز بود با یک سلسله نواقصات چالش ها و مشکلات روبرو بود، ولی پاک کردن فیلم شیشه‌سی های موترهایی که در شهر گشت و گذار میکنند هیچ استثناء ندارند. جز از طبعا بو رهبری حکومت به این معنی که ریاست جمهوری با معاونین، رئیس شورای اجرایه با معاونین و رئیس های پارلمان و مشران جرگه، امیدوار هستیم که نام در این راستا خود از اونای مایه میکنند. در غیر از این کسی استثناء باقی مانده نمیتونه و این برنامه را ما به خیر عملی میکنیم. این برنامه برنامه موقت نیست، برنامه یک هفته نیست، برنامه یک ماه هم نیست. تصامیم ما در کل نمیست که ما کلی وسایطی که یک تعدید از بشهروندان کابل و متاسفانه تعداد از وسایطی که با فیلم شیشه‌سی ها در شهر کابل گشت و گذار دارند، گاهی هم در فعالیت های تروریستی و تروریسم از اینا سوء استفاده دارند. بناهن یه دوست ما مطمئن باشن اگر دیر روز یک واسطه اینا دیدن که او فرار کرده باشه، ما مطمئن میسازم اینا را و اینا را اطمینان میتم و کلی شهروندان کابل اطمینان میتم که بی برنامه تنها گپ دیروز نبود، گپ امروز و فردا هم است. اگر دیروز و موتر از پیش دوستا و سربازا و مسئولین ما رفت، روز دیگه انشاءالله در چوکات اینمی وصول و پرنسیبایی را که ما ایجاد کردیم این موتر دستگیر خواهد شد. روزی که گذشت ما در حدود بیشتر از 462 واسطه که اصلا فیلم دار بودن، فیلم شیشه سیا داشتن، در شهر کابل پاکسازی کردیم. تعداد از سلاح را گرفتیم، تعداد از تجهیزات نظامی را گرفتیم، البسه کسایی که به عنوان بادگارد که او البسه را صرفا منصوبین نادای دفاعی و امنیتی باد نظر داشته و نمو وصول و مقررات و یونیفرم باید بتن بکنن، کسایی که خلاف مقررات او را بتن داشتن اونا را هم گویا یک تعداد البته هشدار و یک تعداد هم برشان گفته شد که دیگر چنین البسه را با خود نداشته باشند. ملت و مردم ما، خاصتا شهروندان ما، مطمئن باشند که برنامه ما برنامه عملی است و
و وقتی که ما ایره پروسه میگیم به معنی از اینکه تا وقتی که آخرین موتر ما در شهر کابل از فیلم شیشسیا و در خل سلا و در به اصطلاح جمهوری افراد مسلح غیر مسئول این پلان عملی نکردیم نکرده باشیم به تعقیب ازی هستیم. من یک نمونه از داره میگم که ما را پورا و گزارشات جرایم جنایی را در شهر کابل میشه مطالعه میکنیم، ولی سطح جرایم از دیروز که ما این برنامه را آغاز کردیم تقریبا 80% پایین آمده. این ارزیابی میکنه و مطمئنن بدون در 24 ساعت 80% جرایم پایین آمده و وقتی که عامل یک سلسله جرایم علمی قضایی باشه که دیروز آغاز شد ما روزمند هستیم. جناب امان، در صورتی که شما میدانین این برنامه قد نتیجه بخش است، چرا بیشتر آغازش نکردیم؟ خب در گذشته هم چنین برنامه هایی را داشتیم که ما از طریق تلویزیون ها میشنویم و زیادتر ناامیدی و سوال مردم نمیست که در گذشته هم چنین یک برنامه وجود داشته، ولی بدبختانه جهت عملی همیشگی خود نداشته. گارنیزون کابل در گذشته نیز یومیه با چنین افراد و اشخاصی که با موترهای فیلم شیشه‌سیا و افراد مسلح غیر مسئول در شهر کابل گشت و گذار داشتن نیز برخوردهایی داشته و این وظایف خود انجام دادن و امروز ما ایره در یک کمپاین بسیار قوی و کلانتری که تعداد از جزاتامهای نهادهای دفاعی و امنیتی به شمول بخشا و ارگانهای کشفی ما در اینجا دخیل هستند یه عملیات عملی کردیم عملی میکنیم. البته این کمیت پرسنل ما تا این مدت یک هفته و چند روزه که بازی برنامه کاهش پیدا بکنه اینا در عملیات اصلا متعاقبند. گارنیزون کابل با جمع بخشای مختلف او ارگانهای کشفی و استخباراتی و تعقیب جرایم و جنایی ما مسئولیت و مکلفیت دارن که رو دوامدار تعقیب بکنیم. تشکیل گارنیزون کابل، ایجاد گارنیزون کابل فقط برای هماهنگی چنین یک بخشی که ما مسئولیت مردم خود تامین بکنیم، هماهنگی را در بین نهادهای دفاعی و امنیتی ایجاد بکنیم، سوق اداره مشترک داشته باشیم و انشاءالله هموطنان ما شاهد باشند که برنامه برای همیش تا ایجاد و موجودیت گارنیزون کابل در کابل عملی. ممنون، شما سلامت باشین. ممنون که در این مورد وضاحت دادیم. بیننده ما روی خط است از کابل، بفرمایید. سلام به شما. سلام، بفرمایید. بلاستون سوال من این بود که در این ساحه ناحیه پنج که مربوط از این پنج میشه در این طرف قرقه اگرچه سنام شرشره میگن در اینجا هم میشه چرس فروخته میشه و بعضی طلاهای غیر قانونی هم در این دوکان ها هستن و همه روزه گارنیزون هم از اینجا تیر میشه، همین مامورین هم از این پنج هم از اینجا تیر میشه، هیچ کس به این توجه نداره و خود همین مامورین از این پنج بارها من خود گواهی رویداد بودم که از اینجا چرس میگرفتن و چرا این به یک جای آمد من چرس تک به تمام مردم ضررش میرسن. من این سوال بود و میخواستم معلومات. ممنون شما که در برنامه اشتراک کردین. جناب امان در این مورد حرف خودشان هم میداشته باشن. پاسخ شما چیست؟ من سوالی دوست خودشو میدم. ضمن از اینکه ما موترها را فیلم پاک میکنیم و افراد مسلح را در شهر کابل جلوگیری خواهد کردیم، ما یک قسمت منابع که اصلا عموم منبع فیلم های موتر هم به اصطلاح به دسترس مردم قرار میده، حتی سلافروشی های هم وجود داره، تجهیزات نظامی فروخته میشه. انشاءالله او مراکز و او ساحات و او دوکاکین نزد ما مشخص است، ما اونا را پیدا کردیم، همه بار امروز سر خود نمیدازیم، ولی امیل از برای از اونا میگم دیروز ما در یک صحبت های خود گفتیم که کلیه مراکز فروش اسلحه و تجهیزاتی که غیر قانونی است و ما میخواییم که قانونمند بسازیم انتقال اسلحه و تجهیزات، اونا از امیل از آمادگی بگیرن که در شهر کابل آرزومند هستیم به دوام اینمی کمپاین دوم ما جمع‌آوری فیلم هایی که دوکاندارا فیلم میفروشن، جمع‌آوری او اسلحه غیر قانونی که تعداد از دوکاندارا مخفیانه او را به فروش میرسانند و در این زمان تجهیزات نظامی. این برنامه بعدی قماندانی گارنیزون کابل به ایمای مردم خود بود که جلوی از این مطلب در مجموع گرفته خواهد شد و انشاءالله در صحبت های هفته های بعد ما شاهد چنین دستاورد هستیم. در برنامه های بعدی هم می داشته باشیم و در این مورد حرف های شما را. سلیمان از کابل روی خط است. سلیمان عزیز سلام، بفرمایید. سلام به شما. خوبه شما بخیر و جان رفیق محترم. شما سلامت باشید. ما از ویسالاباد کابل با شما در تماس هستیم. منطقه ویسالاباد که نسبتا ما چند تماس دیگه هم گرفتیم به منطقه بیشتر هستن،
شب که تازه خانه میداره تنفر زیاد دوتن میباشه میخواه که در خانه در یک تکسی را از شال تا اونجا به حرزش یک از رفانی او را نگاهده کرد بس میرد نبرمی بخاطر که در منطقه رو چکرد ما شاهد ازی هستم که در منطقه شراکت نگرد ما اونجا خانه کاکل ما هست ما اونجا رفتیم که پولیس از آلوزه یفتم آمد روچکان منطقه را بررسی کرد و اونجا به روچکان منطقه برش یک کرمه و ایچه خریدم پس قشن کنم مثبات خصوصی دارم پس رفتم ایسا مردم ازیاد میکنم با ناموس مردم ازیاد میکنم جا چه بگوریم مردم ازیاد میکنم این آموز مشکلات دارم که آموز خودم دفتر میتوان محتر تا خانه کنگوی میکنی ای تو از یک آزم قسمت آمره از یختم هم از رایچی سا پنشیر سا بسار با وطنداره خود وقتی که اینا دزگیر میکنم میرم اونجا ایلو بینیسون صبح چوشانه میرم پس ایچی میکنم اختم سان میکنم میبوره بخیر آن این قسم قوم کنگوزی ایچی هست که در بانسان کنگوانا که فساد از آن داخل هم قدر بیشتر هست که چی بگوین که با خدا سگرد همه خبه گفتنی همه بود که جناب جنرال صاحب البته بودستان هم پاسخ را کنه. ممنون خودت برادرم، ممنون که در برنامه اشتراک کردی و نگرانیت با ما در میان گذاشتی. حرفای بیننده ما را شنیدین. واقعا خود پلیس هم دست دوست افرادی که یاد آور شدن وطن است. متاسفانه همه ما شاهد هستیم که 40 سال جنگ بود و یک سلسله بدبختی ها ناشی از عمل کرده این نظم جنگ های 40 سال است. دردایی که شما او را احساس میکنین و بیان کرده منعیسه یک سوال در پولیزی دردای دیگه هم وجود داره ولی انشاءالله نهادهای امنیتی به کمک شما در خدمت شماست. اما گفتن که خود افراد پلیس هم کاری میکنن حتی با دادن یک مشکل. من اینطور نمیگم که تنها مشکل از جانب تعداد از افراد و اشخاص است که در نهادهای دفاعی و امنیتی نیستن. یک تعداد از یونیفرم پلیس رو استفاده میکنن، یک تعداد در لباس پلیس و در تشکیلات نهادهای دفاعی و امنیتی دزدانه خود زیر پوشش تشکیلات نظامی پنهان کردن. آرزومند هستیم اگر در تشکیل است، اگر بیرون از تشکیل است، اگر از یونیفرم نظامی سوء استفاده اگر است، آرزومند هستیم که به دادشان برسیم. ممنون شما جناب. امان امروزه در کوچه و پس کوچه دیگه مردم حتی در روز روشن مسئولیت احساس نمی کنن. شما چرا این باورسازی را ندارین؟ فعلا شما به نوع توجیه میکنین مشکل وجود داره و مردم نگران است از این بابت، میخواین واقعا شما برشان پاسخ بدین. خب ما انکار نمی کنم شهر کابل و ولایت کابل ما امروز با کمیت بیشتر از 6 میلیون نفوس داره و تعداد از افراد و اشخاصی که بنابر جرائم مختلف یا بیرون از شهر کابل و ولایت کابل وارد کابل شدن و یا از نقاط مختلف دیگه اونمو عادت های و فعالیت های خصمانه و دزدانه خود اونا با خود انتقال دادن در ولایت کابل و در شهر کابل. من که وقتی که میگم که جرایم و جنایات تایی مدت 24 ساعت که ما در عملیات یک سلسله دستاوردهایی را داریم و که جرایم کاهش یافته به معنی عزیز که جرایم در کابل وجود داره و جنایت هم در کابل وجود داره و جنایتکارا هم در کابل موجود هستند. آرزومند هستیم که به تدریج ما بتانیم همو عامل اساسی که باعث تهدید و فشار و جرایم یک عامل شد در شهر کابل آغاز کار ما از اتموج است. بعد از اون نهادهای کشفی و استخباراتی ما و در این زمان حوزه‌های پلیس و امنیت ملی ما و بخش‌های مختلف بازم به ایمای مردم آرزو دارم که به فرد برسیم، به افراد نه بلکه به فرد برسیم تا کوره از ملت و مردم خود تجدید بکنیم که مردم آسایش و آرامش احساس بکنیم. ممنون شما جناب امان. به اجازتان یک تماس و پاسخ میگیم. بیننده ما روی خط است، بفرمایید. تماس بیننده ما قطع شد. بیننده از امروز بحث ما در رابطه با چگونگی افزایش جرم های جنایی در شهر کابل است. شما مگر در شهر کابل زندگی میکنین؟ از این بابت نگرانی دارین؟ امروز فرصت خوبی است، میتونین زنگ زده دیدگاه ها و پرسش هایتان با دیگر جنرال افضلمان معاون وزارت دفاع ملی و سرپرست قماندانی عمومی گارنیزون کابل در میان بگذارین. راه های تماس با ما 0791-6654. اگر تماس تام برقرار نمیشه راه دیگر ما نشانی ما در فیسبوک /fan tv morning مگزین لینک فیسبوک ما هست، هم به فارسی مجلی صبح بنویسین اونجا پای پست مرتبط به همین موضوع پرسش ها و دیدگاه هایتان با ما شریک بسازین. دیدگاه های همه شما برای ما با ارزش است و در برنامه جا داده میشه. بیننده ما روی خط است، بفرمایید. نجیب عزیز تماست برقرار است، صدای تلویزیون تا پایین کو. سلام به خودت، بفرمایید.
بله سلام علیکم، سلام شما بخیر. شما سلامت باشید. ممنون شما. سوال داشتم خواستم از جلالت از گرچه مشکلات در پایتخت کابل ما شما زیاد است. بخواستم اگر یک نظر داشتم در باره معتادین مواد مخدر کسی که خصوصا قاچاقبرا در تاییدی گفت دو سما پیشتر تماس گرفته بودم. جلالت از کسایی که ما بچهشون خود میبینیم که در این تپه سرای شمالی خصوصا از مربوط از عبده میشه، این کسایی که همیشه مواد مخدر به گونه آشکار، یعنی باور کنید که دستفروشای در شهر لیسه مریم یا در شهر کابل این هم به جرات نمیتونه چیزی را بفروشه، به خاطر که میگه شاید شهروالی بیایه ما را ببره. مگر اینا بسیار به جرات بسیار به از این کسایی که میان از اینا تحقیق میکنه، ما خودمون میبینیم، یعنی یک روز نیست دو روز نیست، تقریبا سال هاست که این کار است از همزه 11 خصوصا جناییاش که اگر اسمش هم نمیگیرم نفهم نامش هم نمیفهم، من از اینا پول میگیرم فقط هفته به هفته. خیلی خوب از برادرم مگه نام میگیرم در باره همینا بستم اگه نظر داشته باشه. خیلی جمعه ما شما دارید. ممنون مخدر بید. ممنون که در برنامه اشتراک کردی برادر مطمئن. در این مورد جناب امان به شما پاسخ میدن. جناب امان تا شهروندان عادی آدرس کسی که مواد مخدر میفروشه را میدونن، شما در این مورد چه اقدامی کردید؟ من دوست عزیز خدا بگویم که بر افغانستان مواد مخدر بالاتر از تهدید فعالیت های تروریستی است، اگرچه بالاتر اگر گفتنه تانمی که بالاتر است، ولی همون ترتیبی که تروریسم تهدید میکنه ملت و مردم شهروندان کابل، مواد مخدر نیز بدبختانه بساری جوانای ما را به سرنوشت و بالاخره به کسایی که به این مرض مبتلا هستند، اگر فروشنده هستند، اگر دست فروش هستند، اگر معتاد هستند، این یک بدبختی است. من خدمت از دوست خود اینطور میگم که همه مطالب بخشا و نادهای امنیتی و مسئولین ما در مجموع خاصتا در شهر کابل درک کردن و در پی رفع از مشکلات هستند. من یک چیز براتون میگم که انشاءالله در آینده ها کابل جای مسئول نه برای فعالیت های تروریستی است، نه برای آنانی که مواد مخدر قاچاق میکنن و یا مردم مصاب میسازن. آرزومند هستیم که روزی فرا برسه که این مشکل دوست خود ما حل بکنیم. جناب امان، اما به طور علنی ببخشید حرفتان قطع میکنم، اما به طور علنی مواد مخدر فروخته میشه، شما این را میگذارین پای آرزوها، فکر نمیکنین امروز حداقل امروز باید اقدام کنین؟ خب ما گپ آرمانی نمیزنم، من برتان اطمینان میدم که امروز به خیر کار شروع میکنیم. شما سلامت باشین. ممنونتان. بیننده ما روی خط هست، بفرمایید. تماس بیننده ما قطع شد. بیننده عزیز در ادامه برنامه با ما باشین، یک میان برنامه میگیریم برمی ادامه برنامه است. سپاسگزارتان هستم که با ما هستین و برنامه را دنبال میکنیم. بحث ما امروز در رابطه با چگونگی جرمهای جنایی در شهر کابل است. شما مگر در شهر کابل زندگی میکنین، از این بابت نگران هستین؟ امروز فرصت خوبی است. دیگر جنرال فضل‌امان، معاون وزارت دفاع ملی و سرپرست قماندانی عمومی گارنیزون کابل اینجا هستن، به گونه زنده حاضر شدن حرفای شما را بشنون و به شما پاسخگو باشن. فعلا بیننده ما از کابل روی خط است. تمیم عزیز سلام. سلام، صبح شما بخیر. یک سلام خدمت شما و خدمت میهمان گرامی شما. شما سلامت باشید. حالا که صحت داشته باشید. سلامت باشین. ممنون که در برنامه اشتراک کردیم. بفرمایید. خواهر عزیز، من از میهمان گرامی تان یک سوال داشتم و یک مشکل بود البته. مشکل خصوصا در پیشتر گفتم باز منهای پنج زندگی میکنم. در مربوطات شعرهای به حساب سرک کابل، کمپانی و کوتی تنگی، گرچه که این موضوع شاید قدر مرتبط نداشته باشه، خب باز هم یک رفت داره به یک جایی را، چون کسی دا دورمنده همین موترهای مارسیدی ده باور بکنیم یک رقم ازدهام دور کردن در سرک دجاده، یک طرف هست طرف کمپانی میاین و دیگه دوباره از اینجا بسیار براحتی پولیس همکارشان هست، ترافیک همکارشان هست، شاید پول بگیرن، خدا این شکل نیست پول میگیرن، رو براحتی در جاده یک طرفه دور میخورن و آسواری خودم میگیرن و میرن. وقتی پرسان میکنید که از کی از چرا این مشکلات هست،
نگاهی که در مسئله جاست مربوط به معامل پستی کمپانی به نام محمد گل است که من شما بازم بگیرم نگه مربوط به این و دیگه همه شما عمر عزت و شما آقا صاحب است که پلیس کی و همین که داد مردم هست که این متراز ماست و باور بکنید دی بر پندوباترین و لوچسترین دری و راست هست اتا بسیار به یک لحن خراب، بسیار به یک کارهای خراب، بسیار به یک نحن امرای مردم برخورد میکنه که باور بکنید از فراتر از انسانیت هست. ممنون برادرم، ممنون که در برنامه اشتراک کردی و مشکل دو با ما در میان گذاشتی. جناب امان در این مورد طرفی خودشان می داشته باشن. روز شما خوش. حرف شما را می خوام داشته باشم. من نظر عزیز شهروند عزیز خود یادداشت کردم به مسئولین همه لحظه که در ختم از پروگرام با شما خداحافظ می کنم میره خود برسانم. هیچ کس زورمند نیست و هیچ کس قدرتش بالاتر از قدرت مردم نیست. آرزومند هستیم که نتایج مثبت اجراءات عملی رای برادر ما ببینه. از امیل از که برای آمدم انشاءالله ما با مسئولین عوضه تماس بگیرم چون معلومات بسیار جدی در این راستا ندارم، ولی گپ ازنا و حرف ازنا را تایید میکنم. انشاءالله در جهت عملی از این تصمیم ما تصمیم جدی و عملی است. ممنون شما، ممنون. امیدوار هستم برادر ما برنامه را دنبال کرده باشن و پاسخ خودشان گرفته باشن. حتما مشکل شما حل میشه. قسمی که جناب امان به شما تعهد سپردن. بیننده ما از کندوز روی خط است. سلام به شما. سلام علیکم. بفرمایید. سلامت باشین، زنده باشین. به محمد شهرزاد هستم از کندوز، از ایمان تیپ تمام گرفتیم. خوشحال هستم که در برنامه صدای تا دارم برادرم. بفرمایید. سوال ما از جندال صحیبی هست. زمین ما مردم هم در بدرهای منطقه کلبات و اولسوالی کلبات اشرف غنی یک دو سال پیش اولسوالی تعیین کرده و الفیلن اوجا حکومت داری طالبا میکنه. سوال ما در برای همی هسته که مردم ما در بدر هست خاک برست در هست چند سال میشه همی مهاجر هست و بسیار همون به حالت بد دست منجه نرم میکنه به خاطر همه عملیات هست. ممنون، ممنون که در برنامه اشتراک کردی. جناب امان در این مورد به شما معلومات میدن. روز شما خوش. دوست عزیز، آرزومند هستیم که این مشکل شما و تنها مشکل شما نیست، مشکل بسیاری از مهاجرین ما و شماست. آرزومند هستیم که آرمانه نباشه و عمل عمل شوه. ما در فصل زمستان در امیل عزاتی که قرار داریم در دو جهت کارهای خود ادامه میتیم. یکی انشاءالله کمپاینهای عملیاتی در سطح افغانستان و قندوز هم یک جمله اولویت های وزارت دفاع ملی و فرقی که وجود در خدمت شماست یک جمله اولویت های ماست. اما ساحات را که موقتا از طریق تروریست ها و طالب های ساحه تسخیر شدن انشاءالله همه او ساحات آزاد خواهد شد و شما و هم برادرهای دیگه ما نجات پیدا خواهد کردن. و جانب هم طبعا در بخش مسائل مهاجرت هایی که شما را بخش های مختلف و مسئولین همکاری نکردن آرزومند هستیم که صدای اردوی ما را دوستان میشن و در خدمت شما باشن. ولی مطمئن باشن که قندوز یک جمله داغتری نقطه تهدید است برای افغانستان، نه تنها برای قندوزیان و برای منصوبان و نهادهای دفاعی و امنیتی، نیز از نقطه نظر تدابیر و عملیات های بعدی یک اولویت است. ممنون شما که پاسخ دادیم. ببینید ما فاروق از کابل روی خط است. فاروق عزیز سلام. سلام خدمت شما جناب. سلام باشید. از اوزه 17 بفرمایید. از کابل اوزه 17. درست. بفرمایید برادر. ما از دکتر دودی زنی منطقه هر شب دکانات میزنه. ما دکاندار هستیم. اوزام به نسبت که تو در قدمی ما نمیفهم مشکل ما چه وقت حل میشه. این کودری هاست که از دکان ها رو میزنن. این نیمشب شب سلمانی رو زدیم، نیمشب دیگه هم چی رو زدیم کرو چی این تو چیزا نمیفهم که از در مسئله چون که از کمیت ماری رو نمیگیرم. ممنون، ممنون که در برنامه اشتراک کردی. جناب امان در این مورد به شما پاسخ میدن. گزارش هایی که خودتان دارین جناب امان بیشترین سرقت های مسلحانه و دزدی هایی که صورت میگیره در کدام حوزه است؟ من این سوال ها رو دوستای دیگه میرایه کردن، ولی من پیشتر گفتم که تروریسم هم یک تهدید است به شهروندان و مواد مخدر هم. و خوب است که امروز
ما یک سلسله گپار یادداشت گرفتیم و در گذشته ها هم میفهمیدیم طور نیست که خوب بگیم که ما معلومات نداشته باشیم و یا در گذشته نشنیده باشیم نظریات مردم خود. آرزومند هستیم که این مشکل برادر خودم ما در خور توجه داشته باشیم. بله یک چیز در برادران میگم که وقتی که ما اینمی کمپاین عملیاتی را در شهر کابل را اندازه کردیم و قابل عملی و تطبیق است، این کمپاین های عملیاتی ما من بعد در برابر هان همه تهدیداتی که مردم ما را رنج میده انشاءالله انکشاف پیدا خواهد کرد که از جمله مواد مخدر شامل از این برنامه کاری. ممنون شما. در آخرین لحظات برنامه می خواهیم حرف شما رو در این مورد داشته باشم. حتما شما خودتان ارزیابی و بررسی دارین، گزارشی که به شما میرسه چقدر کارتان نتیجه بخش بوده، واقعا خودتان به عنوان مسئول چقدر راضی هستین از کارتان؟ ما بسیار زیاد سپاسگزار هستیم که ملت و مردم افغانستان همیشه نادای امنیتی و دفاعی خود کمک کردن و گپ شعار آرمانی نیست بلکه یک جمله آرزوی ما است که مردم افغانستان منصوبین اردو و پلیس ملی و امنیت ملی را در همه ابعاد حمایت کنند. بدون حمایت مردم ما کار را انجام داده نمیتانیم. در خدمت مردم هستیم و تعامل از این که با شما صحبت دارم و از مردم توقع دارم و پیام دارم، منصوبان ما از پشتبانی مردم ما برخوردار هستند و آرزومند هستیم با کلی جزئیات به خاطر تحقق و اهداف انسانی که و عبارت از تامین صلح و حفظ ثبات و آسایش آرامش مردم است، ما را کمک کنین، همکاری کنین و ما شب روز در خدمت شما هستیم. ممنون شما. اگر به مردم میشه بیشتر روشن‌تر بگین شما چند فیصد قضایا را دنبال کردین و چقدر رسیدگی صورت گرفته، به طور جدی که بدانن شما واقعا تا چه اندازه موفق هستین. من در آغازم خدمت شما عرض کردم که در پایتخت افغانستان که خانه مردم افغانستان است بیشتر از 6 میلیون انسان زندگی میکنن. بله. و تروریسم و فعالیت‌های خصمانه جنایتکاران نیز بیشتر متمرکز است به شهروندان کابل. شما قضاوت بکنین، مردم ما قضاوت بکنه، جرایمی که امروز در شهر کابل اتفاق می‌افته ما را قانع نمی‌سازه که ما تدابیر گرفتیم. واقعا قابل قناعت هم نیست. تدابیر ما شاید در اون سطحی نباشه که مردم ما مطمئن باشه، ولی تدابیر خودم داریم با مو جرایم و جنایتی را که دشمن می‌خواد در کابل انجام بده انشاءالله موفق نخواهد شد و در آینده هم بیشتر موفق نخواهد شد. ممنون شما جناب امان که حضور پیدا کردین و به گونه زنده حرف بیننده ما را شنیدین و بر شما پاسخگو بودین. روز شما خوش. بیننده عزیز از شما سپاسگزار هستم که با ما بودید. روزگارتان خوش. خدا نگهدار همه ایتان.